محاکمه سینما رکس نمایشی است مستند. استناد به محاکمه‌ای دارد که رژیم وارث انقلاب در شهریور 1359 برای رسیدگی به پرونده آتش سوزی سینما رکس آبادان ترتیب داد. محاکمه‌ای چنان نمایشی که ما نمایشگران هرچه بکوشیم به گرد آن هم نخواهیم رسید. از 6 متهم ردیف اول 5 نفر عملا نقشی در آتش سوزی سینما نداشتند. با این همه رژیم با سری افراخته و قیافه حق به جانب مراسم این محاکمه را از تلویزیون آبادان و بخشی از آن را در شبکه سراسری پخش کرد و گزارش کم و بیش مشروع جلسات آن همه روزه در جراید تحت کنترل منتشر گردید. نمایش ما بر اساس همین گزارش ها، قطعنامه های خانواده و بستگان قربانیان، گفتگو با افرادی که بنا به موقعیت شغلی یا شخصی با ماجرا در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند تنظیم شده و به خصوص متکی به جزوه ایست که بدون امضای نویسنده با عنوان مسببین آتش سوزی سینما رکس چه کسانی هستند سال 86 در کالیفرنیا انتشار یافته است. گفتم محاکمه سینما رکس یک درام مستند است، اما از عبارت مستند در اینجا نباید انتظار مطابقت نعل به نعل داشت. خاصیت درام مستند گذشتن از مرز وقایع نگاری و رسیدن به یک رابطه ذهنی از طریق توصیف مشاهدات عینی است. گذشته از این، گنجاندن جلسات علنی محاکمه طی 14 روز و همچنین مقدمه سازی چند ماهه آن در محدوده 2 ساعت نمایش راهی باقی نمی‌گذارد جز اینکه بازسازی ما تنها برگزیده از مطالب مربوط به واقعه باشد. بنابراین کار ما حاوی اطلاعات اساسی مربوط به محاکمه سینما رکس است، نه تمامی آن. گفتگوها با مکالمات رد و بدل شده در محاکمه اصلی به کلی متفاوت است. اسامی به کار برده شده اما جز 3 نفر همه واقعی است. شخصیت های محکومین اعدام شده را چون دیگر به تاریخ پیوسته اند اینجا و آنجا تغییر دادم تا به مراد خود که دستیابی به روح مطلب است برسم. دستیابی به رنگ زمینه‌ای که گذشته نه چندان دور من را در بر می گرفته است. از 3 نام تغییر یافته 2 تا متعلق است به قاضی و دادستان. این 2 بازوهای اعمال قدرت رژیم جدیدند. نامشان را تغییر دادم تا بیشتر مظهر همگنانشان باشند تا خودشان. شخصیت 3 یک کارگردان مشهور سینماست که برای ضبط گزارش تلویزیونی محاکمه آمده است. این شخص اصلا در محاکمه حضور نداشت، اما در واقع با قبول مسئولیت سرپرستی شبکه 2 تلویزیون رژیم جدید توفیر نمی کند خود شخصا محاکمه را برای تلویزیون ضبط کرده باشد یا فرستاده های او. با اولین جملاتی که می گوید شناخته می شود.
نامش را به مسعود طلایی تغییر دادم چون دقیقاً همان نیست که توصیف می‌کنم. در اینجا سپاس فراوان تقدیم می‌کنم به دوستانی که با قبول مصاحبات حضوری وقت و اطلاعات خود را در اختیارم گذاشتند یا با ارسال مدارک و بریده‌های جرائد به شناخت بیشتر من کمک کردند. نمایش محاکمه سینما رکس از سال 1366 تا کنون بارها در ممالک خارج از کشور برای ایرانیان مهاجر به صحنه آمده است و اجرایی که ملاحظه می‌کنید از مجموعه گزارش‌های تصویری چند اجرای گوناگون در زمان‌ها و شهرهای مختلف فراهم آمده است. امید واثق داریم روز این نمایش را در سرزمین خود برای مردمانمان بازی کنیم و تا آن زمان فیض کوشش‌های من و همکارانم در هر کجا نثار روح قربانیان این فاجعه و تقدیم به بازماندگانشان باد. علی رضا، و چرا این سیما رو جمع نکردین پس؟ انگار نه انگار که امشب قراره اینجا محاکمه این صورت بگیره. سینما تاج آبادان، شهر صنعت نفت، سینمایی که هر چند شب یه بار برای کارمندای سطح بالا و خانمشون یه فیلم به زبان انگلیسی نشون میداد. کی فکرشو میکرد یه همچین سالونی حالا بشه محل برگزاری یه محاکمه تاریخی؟ و کی فکرشو میکرد من، مسعود طلایی، کارگردان سینما، سازنده فیلم گوزنها، بشم مسئول فیلم برداری و ضبط رپورتاج تلویزیونی همین محاکمه تاریخی؟ اون وقت میگن زندگی شیرینه، تلخه، تراژدیه، کمدیه، چه میدونم کوفت و زهرماره. نه جان من، این چیزا نیست، مسخره است. زندگی فقط مسخره است. آره، سال 53 بود یا 54، درست خاطرم نیست، این طرف ها فیلم برداری داشتم. یکی از دوستان کارمند شرکت نفت گفت بیا ببرمت سینما تاج. کارتی گرفت و آمدیم اینجا. یه فیلم امریکایی نشون میدادن، بونجول، طبق معمول. رفتم به مدیر سینما گفتم هیچ شده شما اینجا یه فیلم ایرانی نشون بدید؟ گفت فیلم ایرانی؟ گفتم بله، فیلم ایرانی. فیلمای ما که الان در تمام فستیوالای دنیا مطرحی داره، چپ راست جایزه میگیره. اینجا هم که ایرونه، این کارمندان ناسلامتی همه ایرونی هستن. این نفتی هم که زندگی شما رو داره تامین میکنه، هش از زیر همین خاک در میاد. مدیر سینما البته کاری نبود. یه برنامه‌ای داده بودن دستش، اونم مثل بز یه خطی رو گرفته بود و دنبال میکرد. خودش هم همین گفت. البته خواستم بهش بگم اگه طبق این برنامه یه تک مدفوع آدمی زاد میذاشتن تو بشقاب جنابالی، میل میکردیم. به هر حال اینطوری بود طرز تلقی حضرات نسبت به کارهای ایرونی. از بالا تا پایین پر بودن از احساس بردگی نسبت به خارجی جماعت. هر چی در و درواز بود بلنگ و باز به روی محصولات و مصنوعات خارجی. یه مش آدم اتو کشیده پیف پیف کن نوکیسه شده بود در مسئول مملکتی که نه به چیزیش افتخار میکردن و نه به مردمش احترام میذاشتن. دست آخرم چنون ترکمونی زدن به این مملکت که با یه اقیانوس آب صابون دیگه نمیشه تمیزش کرد. بیا، انقلابش هم نتونسته کاری اصلیش ببره، نتونسته. فقط باعث شده که اون لجنه بیشتر به هم بخوره و بوی گندکاری های تاریخی بیشتر بخوره به مشام. زن منو خواستن ابین. زن منو خواستن ابین برای سوال و جواب. انگار تمام فساد و مشکلاتی که مردم این مملکت به خاطرش انقلاب کردن زیر سر آواز خوندن زن من بوده. کیه اونجا؟ آقا طلایی؟ اونجا چه خبره؟ آقا طلایی؟ آقا مسعود؟ کی هستی آقا؟ از این وسط، از این وسط بیا.
آقا تلایی آقا سلام علیکم آقا گفتن آقا شما آقا اینجا تشریف دارین گفتیم بیام آقا شما را آقا ما ببینیم با شماست جناب علی؟ آقا ما حسین تکبری زاده آقا با من کار داری؟ بله بله آقا مسعود چیکار داری؟ آقا مسعود آقا میخواییم آقا تو آقا تو محاکمه آقا شرکت کنیم آقا. خب هر وقت محاکمه شروع شد برو یه کارت بگی بیا بشین. نه آقا میخواییم بیایم تو دادگاه بشینیم آقا تو دادگاه میخواییم ما بیایم محاکمه میخوای بشین؟ میخواییم آقا محاکمه بشین آقا بابت چی؟ آقا هست آقا سمون رکس آقا ما آتیش زدیم آقا تو خجالت نمیکشی با هم داری ادعا میکنی 400 تا آدم زنده توی سالن سینما سوزوندی؟ نمیدونم به چه ترتیب چه رایی رو پیدا کردی اون پشتا پیدا شده در تخت رو به هم زدی اومدی تو تازه داری به من دستم میدی؟ ببخشید شناقا آقا هی رضا در و پیکر نداره اینجا پرده رو باز کن همین میز برای داستان مناسبه یه میز هم میذاری برای قاضی به طور قرینه اینم که جای متهم یه نور اضافه میتونی به متهم بدی؟ متقاعدشون کردم که متهم حتی از قاضی هم بالاتر قرار آقا من خوب کمک کنار اینجا به چیزی دست نزن چشم حالا تو واقعا تو این کار دست داشتی یا داری علکی میگی؟ دروغمون چی آقا؟ خب این روزا برای اصلاح کردن بعضی ها خیلی حرفا میزنن تو این کار آقا جز تو و لعنت چیزی نصیب آدم نمیشه آقا به بلا چرا تا حالا صدا در نمیاد؟ صدامون در نمیاد به آقا و هر کی میگیم میگیم حسین میگم حسین دیوونه شده بذارتیم پیش آج آقا خورمی آقا میگیم آج آقا اینا دارن یه در بی خودی آقا محاکمه دارن میکنن شما که با خدا این چرا یه کاری واسه ما نمیکنین حاج آقا اگرشتی میگین نیا کن حسین مردم قبول کردن کار ساواک بوده واسه همین ریختن تو خیابونا رژیمو ساقطش کردن رفته پی کارش تو حالا به هر کی اینو بگی فکر میکنه از ساواک پول گرفته که گناه اونا رو بشوری هم دیدم آقا این حاج آقا راست میگه شما بودین آقا اینجوری فکر نمیکردین چه جوری که کار ساواک بوده من که از همون اول فکر میکردم کار مذهبی هست بچه آقا شما خود نشیده نگوید اون موقع توفیر میکرد اون روزا مساله ایجاب میکرد که همه فکر کنن کار ساواک بفرم چشی رو بفرما کار تو چه ربطی داره به من تو جنایتکاری مردی که تو رو باید میگرفتن تیکه بزرگت باید میشد گوشت گرفتن اون آقا هم قبل از انقلاب ما رو گرفتن هم بعد انقلاب و چطور شد اومدی بیرون؟ آقا قبل از انقلاب ما رو فرستادنمون تهران تحویل گارد شاهنشاهیمون دادن بعد انداختمون آقا حبس انقلاب شد آقا قاطی و عقیه اومدیم بیرون آقا بعد چی؟ بعد انقلاب؟ بعد انقلاب هم آقا این آقا صرافی بازرس داسرای آبادان آقا انداختنمون حبس که دوباره آقا درمون رو بردن کی درش رو آج آقا جعفری آقا کدوم جعفری؟ حجت الاسلام؟ قاضی همین محاکمه؟ بله یعنی اون تو رو میشناسه؟ تو رو میشناخت؟ اختیار داری هم آقا آج آقا جعفری آقا هم ما رو میشناختن آقا هم اونای دیگر آقا اونای دیگه؟ بله آقا بچه هایی که تو این کارا با ما بودن آقا تو کدوم کار؟ آتیش سینما رکس دیگه آقا خب کیان این اونایی دیگه؟ آقا کیاوش، ابوالپور آقا میرسوفیانی بعد خدا بیامرز آقا رفیقمون فلا بعد فرجالا برزکار آقا اونم رفیقمون بود بعد خدا حاج آقا که با امام جمعه آقا تو مسجد قرص آقا جلسه مینداختن مسجد قرص فرابات سابق بهش میگفتن بعد خدا آقا منزل آقای رشیدیان که جمعه پا میشده میرفتی سب کنم محمد رشیدیان نماینده آبادان در مجلس بله آقا ما اصلا ما فکر کردیم شما تو جریانیم برای همین اومدیم پیش شما تو غلط کردی گروه پدر خندیدی مرتی که
من تو کدوم جریانی هستم؟ چه جریانی هستم؟ خودتون گفتی می‌دونستی کار مذهبی بوده. خب من حدس می‌زدم. خب اینا همه حدس می‌زدن. هر موجود زیشعوری میتونست بفهمه رژیمی که به هر قیمتی میخواد مردم آروم و سرگرم نگه داره نمیاد اعتماد اونها رو به ارزونترین و مناسبترین وسیله سرگرمی یعنی سینما سلب بکنه. خب اینا همه حدس میزدن. واسه کنار نخواستم کمک. برو پایین از اینجا. گفتم اینجا به چیزی حق نداری دست بزنی. دست ما که نجس نیست اگه از الان که اومده همشونه سرمون داد میزنی. کاش نجس بود. کاش وجودت غرق گوه بود که هست. نجس یعنی چی؟ نجسی رو با آب میشه پاک کرد. چیزی هست اون آلودگی دستای تو رو پاک بکنه؟ آقا برای همین اومدیم تو محاکمه شرکت کنیم دیگه. نمی‌فهمم. من چی میخوام اینجا؟ چرا منو کشتن تو این کار؟ عامل جنایت خودش میشه قاضی رسیدگی به همون جنایت. کی باور میکنه؟ کار من نیست. علی رضا برکن همه چی رو برمیگرد. همین امشب نه فردا صبح برمیگرد. این کار من نیست. گوسته آقا فیلم خیلی خوب بود آقا، خیلی خوشم اومد آقا. تا کجاش دیدی؟ جلم آقا میگم تا کجاش دیدی؟ وسط کار که سینما رو آتیش دادی به قول خودت. آقا فیلم آقا قبلش دیده بودیم آقا. آقا مسعود مردم آقا رو شما خیلی حساب میکنن. اینا از بس که آقا به خانواده شهدای آقا سینما رکس آقا جواب سربالا دادن اصلا بهشون اطمینان ندارن. آقا مسعود، آقا بعد وقت مردم آقا وقتی فهمیدن شما قراره این محاکمه را آقا زنده پخش کنه آقا خیلی امیدوار شدن. این امیدشون رو از این بیچاره نگیرین آقا، بذارین آقا حقایق آقا بفهمم. ببین کی به فکر مردمه؟ آره کی میخواد حقایق به اونو بگه؟ تو؟ ما میگیم آقا ما هرچی هستنیز آقا راست و حسینی آقا میگیم آقا خورده برده هر کسی نداریم آقا. بینوا اصلا اسم تو توی ردیف متهمین نیست. متهمین ردیف اول فقط 5 نفرن که الان همشون هم توی زندونن. اگه تو قرار بود برای خودت حرف بزنی که ول نمیچرخیدی. آقا میدونم آقا به واسه همین آقا اومدیم پیش شما که یه کاری واسه ما بکنین دیگه آقا. چه کارت کنم؟ توصیه بنویسم بزنن سر کار؟ نه آقا ما رو بزنن تو محاکمه آقا. ما این عامل آتیش سودی سینما رو آقا به ابوالفت خدا شاهده اینایی که آقای علی شاهی آقا براشون پرونده جور کرده آقا تو این کار با ما نبودن آقا. آقای طلایی تلفن رو دور. پشت سر خط هست؟ تشریف بیارین تو اتاق کنترل بیزنن. آقا مسعود شما آقا مسعود صحبت کنیم باهاش آقا. شما که صحبت کنی آقا ما رو میذارن تو محاکمه آقا. آدم خوبی باعث باشه. فیلمش که خیلی خوب بود. یه صحنه داشت ربطی به قصه فیلم نداشت اما من همیشه یاد آیزنه خدا بیامرزم میندازه. دوماده شب عروسیش تو فیلم قش میکنه میفته تو حیاط. در همسایه هم واسه دادن داشتن تماشاش میکنم یه نفرم دورش داشت خیت میکشه. چرا خواهرم از پشت پنجره داشت تماشا میکنه. پشت پنجره این مثل بید میلرزه. از لرز اون پنجره چخ چخ صدا میداد. من قشنگ نیستم اما از بچگی وقتی آیزنم اونجوری دیدم منم گفتم یعنی بزرگ میشم شب عروسی میفتم قش میکنم میدم نقش زمین میشم. آی طلایی آقا علی شهر آقا سلام علیکم آقا. آقای طلایی اینجا نیستن؟ آقا رفتن آقا تلفن جواب بدم برمی کنم. تشریف بیارین حاج آقا، تشریف بیارین اینجا هستم. بفرمایید بفرمایید حاج آقا سلام علیکم آقا. این اینجا چیکار میکنه؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ حاج آقا تو قرار بود بری زیارت ولی تو مشهد گفتم برات بگیرن نگرفتن؟ چرا حاج آقا گرفتن؟ پس چرا نرفتی؟ لابد
آقا ما رو نطلبیدن. آقا آقا کیه؟ کدوم آقا؟ آقا امام هشتم زامن رو قریبان آقا قربانشون بریم. استغفر آقا ما چه روی آقا پاشیم بریم حرم دستمون رو بزن آقا دستمون گناهالو دست ببرله آقا. نه خیر آقا ما حریف این یکی نمیشیم. ببین دوست من اون چه که تو الان گرفتارشی خود گناه نیست، احساس گناه است. فرقش چیه؟ احساس گناه چیزیه که همه ما به نوعی کم و بیش گرفتارشیم، اما خود گناه اصولا تشخیص وقوع و بود و نبودش دست تو نیست، با یکی دیگه است. یعنی میگی ما گناهی نکردیم آقا، خیال میکنیم گناه کردیم؟ برفرض که گناهکار باشی اما تشخیص مجازاتش دست خودت نیست. منم همینو میگم حاج آقا. نه ترس جانم، نه ترس. معصیتی که کردی که بدون عقوبت نمیمونه، به سزای عملت میرسی. تو فکر میکنی که بهشت و دوزخ رو برای چی گذاشتن؟ برای اینی که کسی بدون عقوبت و پاداش نمونه. آقا بچه اونایی دیگه هایی داریم شما آقا محاکم میکنه، خب واگذارش میکنیم به قیامت دیگه. آقا شما اونایی دیگه با ضوابط دنیوی مفسدند، قوانین شرعی و مدنی. آقا اونا به خاطر که ما کردیم دارن محاکم میشن، ما میدونیم آقا. نکته حساس هم اینجاست دوست من، درست هم اینجاست که من به تو میگم تشخیص و مجازاتش دست خودت نیست. ببین پسر جان، اون حرکت ذاتن انقلابی رو که تو انجام دادی اگر ما قرار باشه در یک پرسپکتیو تاریخی قرارش بدیم، از قضا ممکنه این حرکت درست سرنوشت ساز و چه بسا تحسین انگیز شده بکنه. این عملکرد اونهاست که موجب شده این حرکت انقلابی درست تو به یک نتیجه تراژیک منتهی بشه، اونم در یک مقطع بسیار حساس. ما آقا سواد حرفای شما رو نداریم، به وجدان خودمون که آقا رجوع میکنیم. احساس گناه میکنیم. میفهمم حرف تو بسر، احساس گناه میکنیم. منم همینو میگم. همین آقا، همین که شما داریم میگی آقا داره اذیتمون میکنه آقا. توبه جانم، توبه. نذر و نیاز، زیارت، اینا آدم رو سبک میکنه. تو برو امتحانش بکن، اگر نشود بیا پیش خودم. حاج آقا قربون جدتون برم آقا، این بیلیت هواپیما ما مشهد برو نیستیم. خب به درک که نمیری، به درک اسفل و سافلین برو. خون آدم رو به جوش میاره. تعهد داده که این طرف ها نگرده، که جلو اون دهن بیسته ها بشه نگه داره. میخواد زیارت نره، خب نره آقا. لابد در کفایتش نیست، لابد در سعادتش نیست. چرا آمده اینجا؟ احساس گناه میکنه حاجا. به سرهنگ فلان فلان شده نوشته دادم، از حبس درش بردم، تعهد دادم که بابا من این شخص رو میشناسم، این مقصر نیست. دوباره میشینی این برابر میگی من مقصرم. احساس گناه میکنم. تعجب از من آقای اشاهی، تعجب از من. این گفت روی موندن تو آبادان رو ندارم، همراه حبیب الله بازجو فرستادمش اصفهان، دفتر آیت الله خادمی، دفتر آیت الله طاهری، ریش رو گذاشتم بلکه براش کاری انجام بدم اون طرفا مشغول بشه. حبیب الله برگشته گفته آقا اینجوری دهنشو نمیتونه نگه داره، بعدن گند کارو در میاره. دوباره فرستادمش تهران، دفتر هاشم سباقیان، بلکه اونجا براش کاری درست بکنم بفرستنش بره خارج، کویت، قطر. یک علم شنگی از خودش در آورده. حبیب الله برگشته گفته آقا من همراهی این حتی یک قدمم بر نمیدارم. حبیب الله مادر تعجب از من آقای ارشادی، تعجب از منه که عوض همه این کارها من چرا اینو نفرستادم دارور مجانی. دیمونه نیستیم آجا با شما. هستی هستی، صد رحمت به دیوونه. دیوونه اقلا نسبت جنایت به خودش نمیده. ببین دوست من، پسر تو داری یواش یواش اسباب ناراحتی آقا رو تولید میکنی و من به تو اختیار میکنم. آقای علی شاهی اجازه بدید، اجازه بدید ببینم چی میخواد بگی. بگو ببینم چی میخواد. ده بگو دیگه. حاجا قرار بود توی محاکمه که صورت بگیره ما هم تو شرکت داشته باشیم. توجه نداری، توجه نداری، این محاکمه هم زیر سر توه. مسبب این بدبختی که به سر ما اومده خود تو هستی. ما هم همینو بگیم بچه، خودمون توش نیستیم. عجب خری آن! آقای طلایی؟ پسر اون آقای طلایی اونجاست؟ در صدای قضیه خوابیده بود. از بس این آقا این بر اونور میشینه به حرف مفزدن، باز دوره بستگان نفته شده ها میفتن به هلو بلا. اینجا بس بشین، اونجا بس بشین، به این ظاهر بشو، به اون ظاهر. بفرما کار کشیده به اینجا. با تمام این مشغله مملکت که به سر ما، حالا بیا جواب اینا رو بده. آجا خواه.
قربان آقا بده ما حرف آقا ما حالمون خوب نیست چجوری با شما صحبت کنیم آقا قربان از شب سینما رکس دارم ما حال روزمونو نبیفهمیم به عبال فرز نخوابیم نبیدار میداریم اونو که عذاب علیم آقا به قول شما هم گفتنه اگه دیونه بودیم خب ما رو میذاشتن تو دست دارم مجانیم بعد ایشونه که حالیم اونو که حالمون خرابه میدونیم همه اون سر چشو حالمون خرابه آقا ما شما چیزی نخواستیم آقا لام با کمان با کسی صحبت نکردیم میگیم آقا این دادگاهی که داریم ما حاکمه هم داریم ما هم بذاریم داخلش خلاصمون کنیم برم خودت بکن خبر مرگه یه قرص چیزی انداز بالا یه مسقال تریاک بخر کوف کن قالق از یعنی بکن چرا افتادی به جون ما؟ چرا میخوای انقلاب رو دست بکنی مردی که؟ حاجی آقا مگه انقلاب مال مردم بعد بخواستن خود راست و حسینی بهشون بگین چی شده که ما هم وجدان خودمون راحت بشیم دیگه پسر تو مثلی که اصلا به باطن مطلب توجهی نداری این حرفایی که میزنه مال خودش نیست گذاشتن تو دهنش من این شخص رو میشناسم دریق از حرف یومیه دریق از فهم یک مطلب ساده بویی از مطالبی که میگه به مشام شما نمیرسه؟ بله البته بله البته تأثیر نشست و بدخواست توی گروه هرکار درش نمیبینی؟ بله دقیقاً بدین برش گردن زندان آقا یک صورت هم از کلی اشخاصی که به نحوی از انها چه داخل و چه خارج زندان باش در تماس بودن تهیه بشه به کارش آجا با این حرفا دیگه تو کت ما نمیره آقا قرار تو همین محاکمه که از تلویزیون زنده پخش بشه شرکت کنیم با آقای طلایی هم آقا ما صحبت کرد با آقای کی؟ آقای طلایی هم ایشون هم با ما قرد هم بارو بزرد تو محاکمه آقا آدم چه حرفا میشنم به بالا دوست ساده لوح من این آقای طلایی ها در حدی نیستن که به کسی از این وعده وعیدا بدن علی رضا برشون کن باشون که عوض نکن ایشون البته هنرمند برجسته ای هستن و صلاحیت هنریشون هم بر کسی پوشیده نیست ولی مسئولیتشون در این برنامه اینه که این محاکمه رو به طور باید و شاید ضبط و به ملت عزیز ایران نمایش بدند حالا دیگه واقعا اینجا کی محاکمه میشه و چطور محاکمه میشه در حد و مسئولیت کسی است که چی دستشه دست خط رهبر انقلاب آقای طلایی دوست عزیز کجا بودین شما یه مشکل کوچکی پیش اومده حجت الاسلام با اجرای برنامه در این سینما موافق نیستن هم چیز میگم بهترم اون مسجد ما باز کنم ایش بکنیم البته من نظرات شما رو که خودم با شما موافقم بهشون گفتم اجازه بدین آقای علیشایی بفرمایید قبل از عنوان این مطلب اجازه بدین بنده از آقای کارگردان یک سوالی بکنم بفرمایید آقا جناب آقای طلایی به عقیده شما این محاکمه یک محاکمه است یا یک فیلم سینمایی اگر فیلم سینمایی به نظرتان میاد که ما از حضورتان مرخص بشیم چون بنده به هیچ وجه هنر پیشه نیست و اگر این محاکمه فیلم سینمایی نیست لطفاً به این و آن نقش محول نفرمایید این شخص اینجا ادعا میکنه که جناب علی قول داده اجازه بدید اجازه بدید اول شما برادریتون رو ثابت بکنید بعد برید سر تقسیم ارثیه اول ببینید من حاضرم با این شوهر مسخره شما همکاری بکنم بعد از من بازخواست بکنید که به کسی چی گفتم یا نگفتم آقا مسعود ای آقا برای این حرفا دیگه واقعا دیر شده برنامه از طریق رادیو تلویزیون برای ملت عزیز ایران اعلام شده قول همکاری دادید شما قول دادید آقا شما قول همکاری دادید من از روز اول شرطمو برای شما معین کردم نکردم حالا دلیل دبت چیه من الان با تلفنی با تهران حرف زدم دو مرتبه زن من احضار کردن امین شما قرار بود باشون حرف بزنید حرف زدم حرف زدید چقدر موثر بوده دیشب سرکار خانم کجا سر کردن منزل رفتن یا خیر خب معلومه پس حرف زدم حرف من موثر بوده شما انتظار دارید خونم نذارم بره مگه جنایت کرده آقا؟ چرا متوجه نیستی آقا جان؟ انقلابه، انقلاب شده خواهش میکنم شما به من یادآوری نکنید انقلاب شده اینو باید به خود شما یادآوری کرد انقلاب من خودم به وجودش آوردم اگر جنابالی به وجودش آوردی تو سرش نزنید بذارید مجرم بازخواست بشه بعد اینکه خود جنابالی باشی زن من مجرم نیست آقا فقط آواز خونده و خوبم آواز خونده ولی آواز خونده کارش بوده کار من این بوده که فیلم بسازم کار شما این بوده که روزه بخونید کار اون آقا این بوده که چه میدونم واکس بزنه اگه شما رو می‌خواستم توی مجلسی روزه بخونید هیچ وقت از صاحب اعضا می‌پرسیدی که پولشو از راه حلال به دست میاره یا حرام اگر این آقا کفش می‌بردن در مغازش واکس بزنه هرگز از صاحب کفشو می‌پرسید که دزد سرگردن است یا قاچاقچیه مشاغل برای جناب عالی درجات نداره پیرزن فرش باف و شکنجهگر ساواک هر دو یکی‌اند خواهش می‌کنم از این تقسیم بندی‌های مضحک برام نکنید شما جناب زمینم من کفش واکس نمیزدم آقا پس چی؟ شما چی کار میکردی؟ معلم بودم کجا درس میدادی؟ محله سن ژرمن پاریس؟
نخیر در ته نازی آباد. معلومه از کجا حقوق میگرفتی؟ همین آموزش پرورش خودمون. وزیرت کی بود؟ خانمی که هفته پیش آقایون اعدام کردن یا آقایی که دو هفته قبل اعدام کرده بودن. تشریف تو محاکمه نشی. چون تا اینجا دو تا وزیر اعدامی دارین تو وزارت خونتون. زن من یکی هم نداشت. اصلا عضو وزارت خونه ایم. قیاس مع الفارق. من 4 آبان به امجدیه نمیرفتم. برای استقبال از رئیس جمهور آمریکا بعد 4 به صف نمیکردم و به فرودگاه نمیبردم. ضمناً در مسیر اعلی حضرت پرچم هم تکون نمیدادم. روشن فکر بودی، مخالف بودی، خایمانی نمی‌کردی، چه می‌دونم چپی بودی. حسینی ارشاد پای سخنرانی شریعتی می‌شستی، شب‌های شعر انسکوته برای شعرهای متحد کف می‌زدی برای اینکه اشعارشون سست و بیمایه بوده باشن. همه اینها رو که با هم قاطی کنیم چکیدش میشه اینکه مثلا بگی معلمایی که اینجور نبودن بد بودن و شما که اینجور بودی خوب بودی. برای اینکه نتیجه بگیریم اجازه بدید با این نتیجه‌گیری شما موافق باشیم. خب؟ پس معلم بد وجود داره و معلم خوب. بنابراین نه به اعتبار مشاغل آدم‌ها رو اصلا دیگه جدا بکنید. قبول کنید که در مکروه‌ترین مشاغل آدم بتونه در حد خودش منشأ کارهای خوب و اخلاقی بوده باشه و در شریف‌ترین مشاغل مثل شغل شریک معلمی یا در کسوت روحانیت، خصوص در کسوت روحانیت باشن کسانی که از هیچ گونه خیانت و خباثتی دریغ نکنند. این قاعده به اصطلاح شامل هنرمندان هست یا نیست؟ معلومه که هست. همسر جنابالی جزء هنرمندان هستن یا نیستن؟ آقا دلیل نداره بخونش اوین برای بازجویی. اصلا بازجویی چی؟ شما با بازجویی مخالفی؟ همکار زن قهوه آقا از زن من میپرسه غیر از شوهرتون با کسی همبستر شدید یا نه؟ خب ایشان میتوانن بگن نه اگر جواب واقعا منفی است. ولی چرا؟ به چه دلیل باید چه این سوال وقیحانه مطرح بشه؟ به چه حقی؟ ببینید دوست من، اجازه بدین آقا، بنده هنوز سر در نیاوردم که این آقا با چی مخالفه؟ با اینکه هنرمندان بازجویی بشن یا سرکار خانم بازجویی بشن؟ هر دو؟ هر دو؟ اصلا چرا باید بازجویی بشه از کسی؟ هنرمند یا غیر هنرمند؟ هدف از انقلاب این نیست که از مردم بازخواست بکنن وقتی میرن خلا تعارف میگیرن یا نه؟ انقلاب شده تا یه سیستم فاسد به قول خود شما جای خودش رو به سیستم بهتری بده. شما این سیستم بهتر رو به وجود بیارید، ماشین جامعه کار بهسازی خودش رو انجام میده. بله ولی خب سوال اینه که چطور اساساً یک سیستم بهتر فراهم میشه در حالی که عوامل فساد گذشته همینطوری به فساد خودشون ادامه میدن. حالا کی میخواد تشخیص فساد بده و به چه وسیله‌ای؟ از کجا که قاضی خودش از مورد فساد فاسدتر نباشه؟ اگه قرار باشه شما از هر حرکت مردم بازخواست بکنید که به قدر خود اونا قاضی لازم دارین، از کجا میارید این همه قاضی؟ انقلاب هنوز داره نفس‌های اولیه‌شو میکشه، هنوز نوزاده، هنوز ضابطه‌های تشخیص و ارزیابی جدید به وجود نیامده. چه اصراری وقتی که ابزار کارتون برای برقراری عدالت تا این حد ناقصه به این بهانه بیفتی به جون مردم که قرار ناسلامتی از مواهب این انقلاب برخوردار بشن؟ خب نتیجه‌اش همینه دیگه، همین محاکمه است که دارید رو میندازید. بفرمایید. پس شما با هر محاکمه انقلابی مخالفی؟ من نمی‌فهمم چرا این آقا به همه چی میگه انقلابی؟ آقا بگو قلابی؟ نه نه دوست من، شما دارید در چارچوب بحث ما خارج میشید. آقا خواهش میکنم، خواهش میکنم شما اینقدر لقب دوست من به من بدید. من اصلا دوست شما نیستم. من اصلا سرکار از کجا میشناسم؟ اصلا جنابالی از کجا آمدی؟ نه واقعا به استناد چه سابقه و صلاحیتی دارید داستان این محاکمه میشید؟ تعارف بذاریم کنار دیگه. این آقا که تا پریروز روز علی اکبر میخوند به استناد چه دانش و تجربه میخواد قضاوت بکنه در این محاکمه؟ اونم محاکمه ای تا این حد حساس و سرنوشت ساز. نه دیگه واقعا اون چیزی که مدرک و صلاحیت کافی برای کار به شما میده چیه؟ دستخط امام. آفرین. بسیار، دستخط امام میتونه به شما مأموریت بده، این درست. اما آیا صلاحیت و دانش کافی هم برای کاری که در پیش دارید بهتون میده؟ وجدان خودتون چی میگه؟ اگر در بنده صلاحیتی تشخیص نمیدادند دستخط هم مرحمت نمیفرمودند. خب به بنده که دستخط مرحمت نفرمودند، پس مرحمت شما زی بود. من برمیگردم. اگه یه بار دیگه همکار شما بخواد زن من احضار بکنه ببین، این دفعه خودم هم باهاش میرم به یه گوله خالی بکنم تو اون کله پر از پهنش. انقلابه دیگه، خرد تو خره. از آقا شما حالا یه خورده کوتاه بیایم بزنیم محاکمه سر بگیره، ان شاءالله آقا کار خانم روبرا میشه. حالا جناب شما واقعا خیال دارید برید؟ کسی قرار جلوی منو بگیره؟ خود جناب علی چی فکر می‌کنی؟ من که به شما گفتم این شوی مسخره. شوی مسخره آقا. جناب جعفری اجازه بدید. جناب شما عفوی به کمال دستی، من نبستم.
شما پوتینای نظامی پاتون کردی، من نکردم. شما ادعا کردید که انقلاب رو شخصا راش انداختی، من ادعا نمی کنم. همینا یعنی که تو به مراتب باید از من انقلابی تر باشی. نتیجه پس چرا از درک ضرورت انقلابی ما که میده تفره میدید؟ ضرورت انقلابی؟ بله خیلی جالبه. ضرورت انقلابی یعنی این بابا عامل اصلی جنایت سینما رکس برای خودش راست راست بچرخه، حتی وقتی تصادفاً هم گیر میفته از زندان درش بیارن، بعد چند تای دیگری که عملاً ارتباطی به این فاجعه ندارن، عملاً دخالتی در آتش سوزی ندارن، بکشن پای میز محاکمه. اینه واقعاً ضرورت انقلابی؟ بله ذکر واقعاً. این شخص اینجا اسمش از حسین تکبلی‌زاده، یعنی یک فرده. جناب ما اینجا با افراد کاری نداریم، اینجا قراره یک سیستم محاکمه بشه نه یک فرد. آقا اسامه حرفای شوخی سر در نمیاره. اجازه اون چند نفری که میخوان محاکمه بکنید هیچ کدوم شناسنامه ندارن و شناسنامه هر کدومشون کمتر از یه آدم مشخص میکنه. هر کدومشون واحدی هستن که در چارچوب سیستم گذشته که ببخشید بر علیهش انقلاب شد عمل میکردند. همشون با هم اما مظهر عملکرد سیستمی هستن که فاجعه سینما رکس فقط یکی از نتایجشه. فقط یک. و این بابا هیچ کار است؟ در چارچوب مورد نظر بله هیچ کار است. و نباید محاکمه بشه. و نباید محاکمه بشه. آقا عشقی، آقا خیلی ببخشید، تشریف بیارین آقا. آقا جناب علی خیلی خارجنده تشریف دارین. بگیری این تماشاری که علاقه گردن ما باز داره جسارت میکنه آدم بقی. خودتون رو ناراحت نکنید، خونتون رو کثیف نکنید. اجازه بدید شخصم هر چی دلش میخواد به من بگه. انقلاب دیگه، اجازه بدید خودشو تخلیه کنه، حل کنه خودشو. ما واقعا وقتی برای از دست دادن نداریم. این محاکمه به هر دلیلی که عقب یافته از تلویزیون پخش نشه فقط بازار شایعات آقایان برای ضد انقلاب گرم‌تر می‌کنه. حاج آقا من از شما خواهش می‌کنم اجازه بدید محاکمه در همین سینمای طوری برگزار بشه بره. واقعا وقت برای بازخوابی مسجد نداره. از لحاظ مسائل امنیتی هم فکرش نکنید، ما تمام سوراخ سنبار رو قبلا وارسی کردیم و درسته که قرار صندلی ها رو به بازماندگان قربانیان حادثه اختصاص بدیم، ولی خب مامورین ما هم جزشون هستن و همه مسائل رو اونجا در نظر دارن. آخه جان من، عزیز من، من میخوام اینجا حدیث بگم، آیه بخونم. اینجا خانم های بی حجاب با سر و سینه برهنه سالها فیلم های بدون سانسور دیدن، مناسب عمل نیست. بله بله خب مطالب شما که آج آقا قرار است تلویزیون هم پخش بشه، جایی که در مقام مقایسه بسیار فاسد تر از این سینما. همه چیز از تلویزیون پخش میشه؟ نخیر، من با مسئولین پخش صحبت کردم، قرار جا به جا از اتحادیه کمیته ها پرش بکنیم. با این همه چند جور نوار من تهیه کردم که دیگه استفاده تخصصی شو جناب آقای کارگردان باید به ما یاد بدن. اختیار دارید آقا، اختیار دارید. همه ما باید توی کارو از شما درس بگیریم. ضمناً یه جوری هم حرف نزنید که یعنی من قبول کردم با شما همکاری میکنی. آقا همکاری که میکنی. آقا تلایی آقا اومدی ما نسازین آقا، ما تو اینجاش با هاتون بودیم، همه بعد دیگه آقا با هاتون نیستیم. آقا تو حرف نزن. آقا شما قول جا نزنید. من به کسی قولی ندادم. به ما دادید، قول همکاری هم دادید. به خصوص من به شما قولی ندادم، این کار قطب‌زاده انداخت کردم من. چه فرقی میکند جانم، او برای ما کار میکند، همه ما هم برای انقلاب کار میکنیم. جناب شما واقعا خیال دارید ریاست شبکه دوم تلویزیون و معاونت آقای قطب‌زاده رو که بهتون وعده داده شده سر این کار بذارید و برید؟ اینطور خیال میکنی؟ ببین آقای محترم، اگر من اهل پست و مقام بودم در رژیم گذشته هم امکان بیشترش داشتم هم استحقاقش. نمیره آقا، نمیره، داره گران فروشی میکنه. میدونه اگر بره دیگر از ما نیست. هیچ وقتش نبودم. میدونه اگر بره من به تهرانی در اوین تلفن نمیکنم و او تا ایشان به آنجا برسه و اون گلش رو در بکنه خانم را به منزل نمیفرستم. این مثلا تهدیده؟ واقعیت جان من، اگر من و جناب عالی خدمه انقلاب نباشیم دلیلی نداره که رفتار متفاوتی با ما داشته باشن.
آقا حدس هر سه نفر شما درسته، من همکاری می‌کنم. این درسته آقا، این درسته. ای والله من در آخر این فرصت با تو تصفیه حساب دمتون همه با هم تصفیه حساب می‌کنیم. البته زندگی همینه. ضمناً این بابام تو محاکمه شرکت میکنه. نه جزبه ما تأمین ردیف اول. نه چی رو نه حاجی ساکت. جناب همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، سیاست کلی این محاکمه و محکوم کردن سیستم سابقه. شاید شما از حرف من خوشتون نیاد، ولی مطابق با این سیاست به نظر من خود شما به مراتب بیشتر از این شخص استحقاق نشستن روی نیمکت متهمین ردیف اول رو دارید. ببخشید من یه موضوع رو اینجا درست نگرفتم. شما چی گفتی؟ توضیح بیشتری لازم دارید؟ خواهش میکنم به من منت بذارید. منتی نیست، وظیفه ای ماست. اگر اشتباه نکنم چند لحظه پیش شما اینجا ادعا کردید که انقلاب رو شخصا راش انداختید. ادعا نیست، حقیقت محضه. ولی چطوری انقلاب رو شخصا راش انداختید؟ به چه وسیله ای؟ با کارام، با فیلمام. کدوماش؟ فیلم به خصوص رو میتونید بر ما اسم ببرید؟ تمامش؟ بله تمامش. البته با توجه به سانسور و شرایط شدت و ضعف داشت، اما هر کدومش رو دست روش بذارید. در زمان خودش، در نوع خودش موتوری بوده در مسیر این انقلاب. این اصلا ادعا نیست، همش موجوده. به نظر روی پرده تماشا کنید. آقا مثلا شما آقا یک رو کوتاه بیاید. آقا ما تمام فیلم های شما دیدیم جز اون اولی. آقا اسمش چی بود آقا؟ اون اولیه بیگانه بیا. اونم که با آقا با فرد اینجور کرده اونه. آقا بقیه شو دیگه آقا همه رو دیدیم. بعضیش آقا موتور که چه عرض کنیم آقا یه با ترمز بودن. مثلا آقای منتقد سینمایی. آقا اصلا بهتون بر نخورم. مثلا اون چی بود؟ تق 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 جنبکی رو باش. آقا اصلا موتور آقا چی بود گفتی؟ آجا آقا میگه تق 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 جنبکی رو باش، ویالون زنه عینکی رو باش. آقای کارگردان تق کار تو که رفیق در آورد. تو باش تفریح نمی کردی؟ کی آقا ما؟ آره همین قسمت که الان ادا در بردی وقتی توی سینما تماشا می کردی تفریح نمی کردی؟ چرا آقا اصلا آقا خیلی هم خوش اومد. آقا قیصر بود دیگه. آقا دو دفعه هم دیدیم حاج آقا. یه صحنه استغفر حاج آقا. این مال وقتی بود که ما پام منبر هیئت شما نمی اومدیم. اون قسمت مال این بود که امثال تو تفریح کنن. بله. غیر امثال تو ببینن امثال تو با چی تفریح میکنن. این خاصیت هر فیلم خوبه. هر فیلم خوب یک کره بلوری است، یک کره آینه است. میشه همه چی درش دید. بستگی داره که چطور و از کجا بهش نگاه بکنی. وارد بحث هنری که نمیخوایم بشیم اینجا. کسی هم در صلاحیت هنری شما هیچ شکی نداره. فقط سوال اینه که اگر شما به عنوان موتور انقلابتون یکی از فیلماتون رو بخواید انتخاب بکنید کدومو اسم ببرید؟ سفر سنگ. خودشه. اتفاقا قبل از اینکه فیلم در بیاد برای بچه‌های حوزه علمیه نمایش دادن. یه نمایش خصوصی براشون ترتیب دادن. همکارای خود شما ازشون بپرسید. برای بچه‌های حسینی ارشاد هم همه اومدن. وقتی که فیلم تموم شد همه گفتن خودشه. گفتن با این فیلم کار تمومه. با این فیلم جمعیت میریزه تو خیابون‌ها و تصادفاً ریخت. حق با شماست. این فیلم در برانگیختن احساسات عقیدتی و مذهبی مردم بسیار بسیار موثر بود. خصوصاً اون صحنه‌های سینه‌زنی و عزاداری آجا. ولی من اگه جای شما بودم فیلم گوزن‌ها رو انتخاب میکردم. اون که آقا معشره. گوزن‌ها؟ بله. گفتم هر کدومش میشه گفت. اتفاقا چه قایم موشکی داشتن با سانسور سر همین فیلم. چند دفعه با داشتن آخر فیلم عوض بکنم. بالاخره اون چی که اومد روی پرده همون نبود که من روز اول ساخته بودم. اما اصلا آقا ما عاشق اون سرش که آقا دوماده شب عرض شفت و قش کرده بود تو حیات. اتفاقا اگه حسابش بکنیم مردم گوزن‌ها رو بیشتر دیدن تا سفر سنگ، چون عمرش بیشتر بود، مدت نمایشش بیشتر بود. تو همین آبادان ظرف 3 سال 5 بار اومد روی اکران و تازه هر دفعه هم که اومد چند هفته روی پرده بود. و شبی هم که سینما رکس آتش گرفت سالن هنوز تماشاشی پر بود. سانس آخر. تازه سانس آخرم بود. سینما رکس وقتی فیلم تکراری میذاشت به زحمت میتونه 3-4 ردیف تماشاشی داشته باشه. اما گوزن‌ها در اکران پنجم در سانس آخر سالنی که هرگز رنگ پری به خودش نمیدید از تماشاچی پر کرد. خب مردم حرفا رو گرفته بودن.
حرف حرف اونا بود، حرف دلشون بود. مردم تشنه بودن. چیه؟ چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟ من فیلم نساختم به خاطر اینکه مردم موقع تماشاش توی آتیش پرپر بزنن. من برای آزادیشون فیلم ساختم، برای همدردی با اونا فیلم ساختم. تو میخواستی مردم رو بکشی حسین؟ جون بکن حرف بزن دیگه. تو سینما رو آتیش زدی که مردم بمیرن؟ ما خودمون دل داریم آقا. ما خودمون عبر رفتیم دار زدیم گفتیم آتیش مردم، آتیش آتیش برام کنید. ما چه برسیم آقا این برام خرد میشه در را چه میشه؟ کاش یه سینمای دیگه بود آقا، یه شب دیگه بود، یه فیلم دیگه بود. دو سر حدیم بیشتر مردم نبودن با موقع فرار میگرم. ما چه برسیم اینطوری میشه؟ اگر شب دیگه ای بود یا فیلم دیگه ای بود و تماشاگر 70 تا بود به جای 370 تا، به فرض که همه میسوختن، فقط 70 تا میسوختن، حالا سهم موتور انقلاب شما جناب 300 جنازه سوخته بیشتره. حاضری راجبش رو نیمکت متأمین ردیف اول بشینی یا به ما توضیح بدی؟ چرا نه؟ چرا نه؟ فقط در انقلاب شماست که آدم باید کفاره کارهای خوبش هم پس بده. تا چند لحظه پیش که انقلاب شما بود، شما شخصا راش انداخته بودید، حالا شد انقلاب ما؟ حجت اسلام جعفری تبریزی تلفن. کجا؟ خط داخلی تشبیه من برم. من اونو میفهمم، اینم میفهمم، اما تو رو نمیفهم. اینا آدم های پیچیده ای نیستن، فهمشون ساده است. مثل کاراکترهای فیلم های شما یک بعدی هست. ولی اگه یه روزی تونستی من رو بشناسی، یعنی امثال من رو بشناسی، حتما فیلم بهتری خواهی ساخت. با شخصیت هایی مثل آدم های واقعی، چند بعدی. پس این تلفن کجاست؟ ببخشید. حرف درست در مورد این آدم تو زدی. خواهد جنده است آقا. ما رو هم نمیذاره تو محاکمه. ما یا آقا علی شاهی میشستیم. ما که ولکنشون نیستیم که. بساطشون اینجا میریزیم به هم ببرن. اینجا به پا میذارن. نشنیدی چی گفت؟ گرفه ما یکی دیگه نمیشن آقا. آمدسود. آمدسود هستی یا نه آقا؟ جدی هستی یا نه؟ این کارو بکنیم آقا. چی؟ آقا اینجا رو منفجرش کن. بسید محاکم آقا همه شو دود میشن میرن به هبو به هبو امینا. مردم چی؟ تو هنوز از عذاب کاری که کردی خلاص نشدی؟ شاید هم عذاب تو هم قلابیه مثل بقیه چیزا. خیال میکنی اونایی که اینجا جمع میشن کیان؟ همه بستگان و اقوام همون تماشاگرهای بدبخت سینما رکس هم دیگه. خجالت نمیکشی؟ داغشون هنوز کهنه نشده. در رو خریت هم آقا یه چیزی گفتیم، شما ما رو ببخشون. ببین چی میگم، من بیش از این نمیتونم به کار تو اینجا اصرار کنم، اما همین جاها باش ببینیم چی میشه. هر آن ممکن اتفاق بیفته. آقا از اینایی که آقا ما میشناسیم آقا ما رو قاطی تماشا چی هم نمیذارم. همینجا باش کمک خود من، میگم من به وجود تو احتیاج دارم، باعث وردست خود من. آقا محشر میشه. اما مواظب باش به پرپاشون نپیچ، جلوی زبونت هم بگیر، از دور بر منم جایی نرو، چشمتو رو هم بذاری سرتو میکنن زیر آب. آقا از سایه به بعد آقا هر جا بری مثل سایه آقا دنبال شما ما میره. علی رضا یه نفر رو بفرست جرا آماده بکنه، پرده رو ببن. من کارمند صنایع نفت هستم.
مدیریت سینما شغل اصلی من نیست. به خاطر علاقه که به سینما داشتم در کنار شغل اصلیم و به طور نیمه وقت در سینما مشغول کار شدم. اوایل راهنما بودم و با چراغ قوه مردم رو به صندلی‌هاشون راهنمایی می‌کردم. بعد شدم کنترل دم در و بلیط پاره کن. یه مدتی هم آپاراتچی بودم. اما بعد از سالها به خاطر اعتمادی که صاحب سینما به هم پیدا کرد تمام اختیارات و مسئولیت‌های سینما رو گذاشت به عهده من. من شدم مدیر سینما. مدیر سینما بودن طبعاً کار مشکلیه، اینطور نیست؟ بله همینطوره. به خصوص که به قول خودتون صاحب سینما هم همه مسئولیت‌ها رو به گردن آدم انداخته باشه. همینطوره؟ بله همینطوره. در این صورت شما چطور به شغل اصلیتون در پالایشگاه شرکت نفت می‌رسیدید؟ یعنی در موقع لزوم کدوم یکی از این مشاغل رو فدای اون دیگری می‌کردید؟ معمولاً هیچ کدوم، چون سانسای سینما البته به جز ایام تعطیل بعد از ظهر بود. منم تا دو بعد از ظهر بیشتر اداره نمی‌رفتم. شما متأهل هستین؟ بله. چند سر عائله داری؟ همسرم، دو تا بچه و مادرم که با ما زندگی می‌کنن. چطوری به زن و بچه می‌رسیدی؟ با کدام وقت؟ شرمنده‌ام، از همسرم شرمنده‌ام، از بچه‌هام. میدونم که هیچ وقت پدر خوبی نبودم. تو این همه سال ما با هم به هیچ سفری نرفتیم. اگه یه تعطیلاتی بود و به ندرت اونا جایی میرفتن من همراهشون نبودم. زنم هر وقت آلبوم خانوادگیمون رو نگاه میکنه میگه جای تو همه عکس ها خالیه. شب حادثه کجا بودید؟ ساعت 9 گیشه رو تحویل گرفتم. بلیت فروش حساب سانس آخر رو بهم داد و رفت. 378 بلیت فروخته بود. من توی دفتر حساب فروش اون شب رو بستم. مقداری پول نقد برداشتم، گذاشتم توی صندوق و بقیه رو برای اینکه با خودم ببرم بانک برداشتم. توی راه رو قربان پلنگی نظافتچی ازم پرسید آقا ماشین رو از پارکینگ بیارم. گفتم نه من خودم میرم پارکینگ. آخه قربان عشق رانندگی داشتم. قربان پلنگی شما رو در راه رو دید که از سینما خارج شدید. مطلبتون بفهمید. بله. از سینما یه راست رفتم منزل. طبق معمول بچه ها شام خورده بودن و غذای من توی فر بود تا گرم بمونه. وسط شام خوردن بودم که قربان تلفن کرد که چرا تا آخر نمایش فیلم در سینما نماندی؟ لابد بهت الهام شده بود که خطری در کاره. سانس آخر هیچ کسی نمیمونه به جز یکی دوتا از کارکنان، بقیه میرن خونه هاشون. من خودم سانس آخر هیچ وقت نمیموندم مگر اینکه مهمونی چیزی داشته باشم. شما گفتید چند سال در کار سینما بودید؟ یعنی در کار نگهداری از سینما بودید؟ 21 سال. 21 سال. در تمام طول این 21 سال در سینما رکس کار میکردید؟ تقریبا. شما در طول این مدت به عنوان مدیر یک سینما متوجه نشدین که درهای خروجی سینما عوضی کار گذاشته شدن؟ یعنی به جایی که به طرف بیرون باز بشن به طرف تو باز میشن؟ نه خیر. و هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیامد؟ خیر. شاید دلیلش این بود که یکی از کارکنان قبل از تموم شدن فیلم میرفت درها رو تاغباز میکرد تا مردم بتونن خارج بشن. پس در واقع درهای خروجی سینما مأمور هم داشت؟ بله. ولی شب حادثه گویا در سینما نبود. چرا؟ متاسفانه اون شب اونم تو سالن بود و با بقیه سوخت. شبا توی سینما میخوابید چون هیچکی رو نداشت. هیچکی هم سر قبرش نیومد. همه سوم هفته چله داشتن غیر اون. هیچ فکر کردی که اگر اون درهای لعنتی رو روی اصول صحیح تعبیه کرده بودن و یا تو یاد کارگرها داده بودی که چجور با کپسول اطفای حریق کار کنن چند نفر نجات پیدا میکردن؟ بله فکرشو کردم. چی بگم، من خودم هم طرز کار با کپسول ها رو نمیدونستم. خیلی حرفه ها. آدم عمری از قبل مردمی که به سینما میرن زندگی بکنه اما حتی یک بار به فکر ایمنی و سلامتی اونا نباشه. اگه میخواین نتیجه بگیرین که کار نکردن کپسول ها یا غلط کار گذاشتن درا تقصیر منه، خب بگیرین. من قصد دفاع از خودم ندارم.
راستش میدونین چیه؟ زندگی دیگه را دستم نیست و الا به توصیه زنم گوش میکردم و از اینجا میرفتم. به هم اصرار میکرد اینجا نمونم، میگفت بالاخره اگه دستشون به کسی نرسید میان تو رو میگیرم. میگفتم آخه کجا برم؟ هر جا برم میتونم فکر نکنم؟ یا میشه برم جایی که موقع غذا خوردن آدمایی که تو آتیش پرپر میزنن جلوی چشم نیاد؟ خب این خودش یعنی احساس گناه، اگر نگیم بهش اعتراف به گناه. این احساس گناه نیست، احساس بدبختیه. شما هر چی میخواین بگین بگین، اما من خودم مقصر نمیدونم. سینما رکس از لحاظ ایمنی از سینماهای دیگه آبادان نه بهتر بود نه بدتر. برین نگاه کنین، این اتفاق اگه تو هر سینمای دیگه میافتاد و به همین شکل و تعداد آدم توی سالن بود در همین حدود تلفات میداد. اگه درای ساختمون عوضی کار گذاشته شده، تقصیر شهرداریه که از اول اجازه ساختمون داده. بعدم فرهنگ و هنر که با وجود این همه کد غلط این اجازه رو هر سال تجدید و تمدید کرده. اگه من و یکی دوتا از کارکنا طرز کار با کپسولا رو نمیدونستیم، به خاطر این بود که این کپسولا اونجا فقط دکور بود. کارگر آتش نشانی یا مسئول امنیتی کارش رو سرسری میگرفت، اصلا اهمیت نمیداد که کسی میتونه با این کپسولا کار بکنه یا خیر. اگه یکی دوتا مأمور انتظامی که باید سر پستاشون می بودن سر پستاشون نبودن، تقصیر شهربانیه که همه مأمورینش رو از همه جا جمع کرده بود که فقط پالایشگاه نفت رو بپان. حالا تاوون این همه نابسامانی رو من باید بدم؟ من حرفی ندارم، اما انتظار نداشته باشین که خودم رو گناهکار بدونم. حرفایی که میزنم به خاطر همدردی با کسایی که برادر، خواهر یا بچه‌شون آوردن تو سینمایی که مسئولش من بودم، بعد اومدن جسد سوخته‌شون رو تحویل گرفتن. احساس دلسوزی میکنم برای ابوالفرز کارگر سینما یا ناصر آپاراتچی. آپاراتچی اونشم مثل اینکه داخل سینما بود، اینطور نیست؟ بله، اونم تو سالن بود و با بقیه سوخت. ناصر 20 سالش بود، داشت پولاشو جمع میکرد بره خارج که درس سینما بخونه. هر وقت یه فیلم بدی نشون میدادیم یه جوری به هم نیش میزد، میگفت آقای دهاغانی بیاین این فیلم ها رو نگاه بکنیم ببینین چه مزخرفایی ما نشون مردم میدیم. خب حق داشت البته، بعضی وقتا فیلم ها به قدری زشت و قبیح بود که من خجالت میکشتم با خانواده خودم اونا رو نگاه کنم. میگفتم خب ناصر خان همین هاست میسازن اینجا دیگه، ما که نمیتونیم فیلم ایرانی رو از خارج وارد کنیم. شما برو خارج درس سینما بخون، برگرد بیا فیلم های بهتر بساز، ما نشون میدیم و به وجودت افتخار میکنیم. جز اون دو نفری رو که اسپوردی، کسان دیگری هم در میان قربانیان حادثه به طور مشخص میشناختید؟ به طور مشخص؟ باورتون نمیشه. رحیم آقای چراغساز زن و دوتا بچهش رو آورده بود سینما که فیلم آقاسی ببینن. دو تا پسر دو قلوی 13-14 ساله. رحیم آقا اومد پیش من و گفت که قرار بود فیلم آقاسی نشون بدین. گفتم انشالله هفته بعد. گفت خب حالا این فیلم گوزها چطوره؟ به دیدنش میارزه؟ گفتم فیلم خوبیه، مردم استقبال کردن، ما هم نمایشش رو یک هفته تمدید کردیم. رفت 4 تا بلیت خرید اومدن تو. آقای کارگردان، 4 تا جنازه به نفع شما. این 4 نفر رو 100% من باعث شدم بیان تو. اما روحم خبر داشت اینطوری میشه؟ بابت این 4 نفرم احساس گناه نمی کنی؟ قتل غیر عمدم که حساب کنی باز 4 نفرم. به خاطر این 4 نفر احساس گناه می کنم. رحیم آقا، زنش، بعد قلوی 14 سالش. از این 14 ساله ها زیاد قربانی داده انقلاب، از این تازه سالهای جوان و معصوم زیاد تومه مارهای سمی ضحاک زمان شدن. میگن هیچ داغی درد داغ جوانو نداره و درد داغ هیچ جوانی هم به اندازه درد داغ جوان 11 ساله کربلانی. مادر لباس دامادی تازه به اون قامت نازنینش کرده بود،
اهل بیت دارن تو خیمگاه تدارک هجده میبینن براش. اومد رفت خدمت عموی بزرگوارش، رخصت میدان میخواد. سرور شهیدان فرمود من به تو اجازه جنگ نمیدم، چون قامت دیدار نو عروس داردار تو که ندارم. خیلی ناراحت برد میاد کوره میشی میوکی تو عروسا که نداره شرمامیش میشی برد میاد کوره میشی میوکی تو عروسا نه دو عروس بگو کوله میشی میفتی تو حوز نقاشی.